سلام. سلام، چی شد؟ ماشین آمده بود، احمد آقا بردش. ماشین ستوده چی شد؟ چطور؟ هیچی میگم چطور شد. آخه خیلی تو فکر آقای ستوده این. نه، فقط میخوام بدونم خرجشو احمد حساب کرد یا نه. فکر کنم حساب کرد. راست یادم رفت بگم، به شما هم سلام رسون. کی؟ آقای ستوده دیگه، احوال شما رو هم پرسید. احوال منو؟ خیلی خوب. یه چیزی هم گفت، منظورشو نفهمیدم. گفت به شما بگم تا کاراشو تموم نکنه قصد مردن نداره. پیر مرد یه دنده. ببینم سعید، ستوده دید که احمد سوار ماشینش میشه؟ خب همونجا بود دیگه. چطور مگه؟ میشناسمش. الان هزار جور فکر تو کلش اومده. بابا من نفهمیدم اختلاف شما با آقای ستوده سر چی بوده؟ بهتره که نفهمی. اشکالی داره من بدونم؟ قصهش طولانیه، به اندازه همه عمرت. باشه، من وقت دارم. من حوصله تعریف کردن ندارم. باشه، به وقتش. من جای شما بودم نمیتونستم مطالعه کنم. سلام. سلام. چطور مگه؟ اتفاق افتاده؟ نمیدونم. حالا فهمیدم. پدرتون چیزی گفته؟ خراب کردم. به خدا هول شده بودم. خودم رو برای هر سوالی حاضر کرده بودم الا اون چیزایی که پدرتون پرسید. باور کنید اولی ملاقات خیلی. آره میدونم خیلی سخته. مثل ملاقات اول من با شما. یادتونه چه بلای سر کنفرانس من اومد؟ حالا ملاقات اول با پدرم. فکر میکنم بار دیگه بتونم باشون راحت حرف بزنم. بار دیگه ای در کار نیست. چرا؟ برای اینکه همین یه بار کافی بوده. اگه بهتون بر نخوره باید بگم این خیلی بیرحمی. چرا بیرحمی؟ ظاهرا با همین ملاقات نظر پدرم رو جلب کردی. حالا باید چی کار کنیم؟ طبق قرارمون. میدونم، من باید پایان‌نامه و تحقیقم رو تموم کنم. خب خواست هر دوی ما این بوده. آره، فقط یه 3-4 ماه طول میکشه. من فکر نمیکنم بیشتر از 1 ماه طول بکشه. 1 ماهه؟ غیر ممکنه. این همه تحقیق، نمونه ها، آزمایشگاه، متن دفاعیه. خب اگه یه همکار داشته باشی چی؟ همکار؟ کی میتونه به من کمک کنه؟ من. این عالیه. البته شرط داره، من دستمزد میگیرم. دستمزد؟ باشه، چقدر؟ همه حقوقی که از آزمایشگاه میگیریم. عجب. ببخشید، فکر نمیکنید یه خود بی‌انصافیه؟ خیلی خوب، بدون دستمزد. شرط این یکی چیه؟ اینکه کار نکنی. پس نه، نمیتونم. ولی من فکر میکنم که بتونی. برای فکر کردن احتیاج به زمان دارم. 1 هفته کافیه؟ آقا همه سلام، برای تو ساندویچ آوردم.
قربونت برم آقای مشایخی، بذار همونجا دست در. بفرمایید. ببین آقا مشایخی، من تا صبح کار دارم، جای قفل و کلیدم بلدم، شما برو بگه بخواب، من خودم در رو قفل میکنم میرم. چشم، خداحافظ. خداحافظ. بله، سلام سارا خانم. گفتم که پر زحمته. نه، دارم کتاب اول تموم میکنم. نه، همه رو علامت گذاری کردم برای فیش برداری، ولی خیلی زیاد میشه. منم راضی به زحمت شما نیستم. حالا من یه سوالی داشتم، میخواستم ببینم این موضوعات مهمتر رو بهتر نیست که کپی بگیریم؟ چرا؟ ولی بهتره بذارید خودم این کار رو انجام بدم. نگران نباشین، من هر شب خودم یه کتابو تموم میکنم. پس من صبح میام کتاب و فیشا رو ازتون میگیرم. نه، پس من اینا رو فردا میارم براتون دانشگاه. سارا بیا شام خدافظ. ماما میشه لطف کنی برام بیاری تو اتاق؟ مگه درس تمام نشده؟ چرا؟ خب پس اینا چیه؟ دارم نوت برداری میکنم برای آقای ناصری، اون که درسش تمام نشده. باشه، میارم برات همینجا شما. سلام ماما. سلام. گفتم تا ظهر میخوابی؟ مادرم دانشگاه. بذار یه چایی برات بیارم. دیرم شده. اینطوری مریض میشی، حالت بد میشه. اتفاقا هیچ وقت مثل امروز سر حال نبودم. خدافظ. خدافظ. به از پدر ماشینو داد که بیاریش خونه. سلام نداشت، نمیدونم چه شده. خب پاتو از رو پدال گاز بردار تا روشن شد دیگه، معلومه که خیلی عجله داری. میخوام برم دانشگاه. پس چی میگن که فارغ التحصیل شدی؟ کار دارم. آه بله، میدونم، میدونم که نباید بپرسم چه کاری. میخوام برم ماشین سواری. نمیدونی داداش چقدر از این کادوی قشنگی که گرفتم خوشحالم. فقط مراقب باش به کسی نزنی. نه نگران نباش. سلام خانم طولانی، خوبه؟ سارا نیومده؟ نه هنوز نیومده. خدافظ شما. ماشینی کیه؟ مال خودمه. من قبلا این ماشین رو دیده بودم. بله، مال پدر سریا بوده، ازش خریدم، پولشم پرداخت کردم همشو. بهتر از مال ساراست نه؟ رخشه. اون ماشین که یه عمر افتاده بود یه کنار. بله میدونم، پدر خرجش کرد و به عنوان کادو داد به سارا خانم. اشتباه میکنی احمد. ببینم احمد، تو که نیومدی حرفا رو به پدرت بزنی ها؟ من که بچه نیستم مادر. شما فکر میکنی من اومدم گله و شکایت که چرا برای من چیزی نخریدین، برای سارا خانم ماشین خریدین؟ پس چی؟ عجیبه ها. بابا اومدم یه سری به پدر بزنم، مثل اینکه منم بچه‌شم، نگرانشم. حالا کجاست؟ خوابیده. دیشبم ناله میکرد، خیلی نگرانشم. قرصاشو میخوره؟ آره. خب ببرینش دکتر. چه فایده ای داره؟ اون که گوش نمی کنه. دوباره کارشو زیاد کرده.
یادت دکتر بعد از عمل چی میگفت؟ آخه پدر که بچه نیست، خودش باید رعایت بکنه. احمد، با پدرت کاری داری؟ نه کاری ندارم، گفتم که اومدم حالشو بپرسم. هیچ بچه‌ای نمیتونه به مادرش دروغ بگه احمد، تو یه چیزی هست به من بگو. راستش دیروز با پدر قرار گذاشتیم بریم بانک. بانک؟ بله، از سر ناچاری مجبور شدم برم سراغ وام بانکی. کی مجبورت کرد؟ پدر. پدرت؟ بله، به خاطر اینکه به من اعتماد نداره. اون به من اعتماد نداره. این چه حرفیه میزنی احمد؟ یه عمر تو اون حجره است، نتیجه چی شده ها؟ بیچ الان هر کی نتونه از هر یه تومن یه تومن دیگه در بیاره باید تخته بکنه. بس فرق کرده، الان دیگه وقت اون نیست که آدم عمرشو سرمایهشو بریزه توی مغازه و چشمش به در باشه که یه مشتری بیاد تو که یکی رو چای بده دستش. ولی من اینجور فکر نمی کنم. سلام پدر. سلام بابا. در مورد کارگاهت بهت گفته بودم، اگه موفق باشی به اسمت میکنم. منظورم این نبود. بشین تا مادرت برای یه پیاله چای تازه دم بیاره بخوری، البته اگه زحمت نمیشه. چه زحمتی؟ گفتم بشین. اگه زودتر آماده بشیم میریم دنبال وام. میخوای وام بگیری که چه کار کنی؟ خب من مجوز صنایع و اداره بهداشت رو گرفتم، حالا دیگه میتونم وام بگیرم. گفتم با پولش میخوای چه کار کنی؟ آها، یه سفارش تازه گرفتم، با یه تعاونی قرار داد بستم، میخوام یه خورده چای وارد کنم. قرار دادشم توی ماشینم. یک دو روزی دست دیگه دار. دیگه چرا؟ گفتم یک دو روز، وامت که باطل نمیشه. اما در مورد راه و روش به اصطلاح تو قدیمی و کهنه من چیکار کنم؟ من 40 ساله که اینجوری زندگی کردم، شکر حق درمونده هم نشده. میدونم از سودای کلان خبری نیست، گردش و چرخشش کمه، ولی خب من همینجوریشو برم. دیگه بعد 40 سال نمیتونم راه و روشمو تغییر بدم. نه اینطور نیست. ماشینو میبینی؟ میدونی چند ساله که اون ماشین وارد خونه من نشده؟ من که دیروز بهتون گفتم این ماشین مال منه، خریدمش، پولشم تمام و کامل دادم. ندونم، به قول خودت پدر زنته، دوستت داره، میتونه حتی بهت کادوش کنه. شما امروز حالتون خوب نیست پدر، برم فردا بیام. خوش تا خودم خبرت کنم. سلام پدر. سلام بابا. راجع بهروز هم شنیدم گفتی که به سربازی نره. من گفتم میتونه سربازیشو بخره، الان هر کی دستش به دهنش میرسه این کارو میکنه. من صحبتامو با بهروز کردم. ببینید پدر، میتونی اینم بذاری به حساب روش قدیمی من، ولی این اشتباهی که بهروز 2 سال از عمرشو بذاره بره خدمت. آخه برای چی؟ برای کی؟ حالا که راحت میشه خریدش، بهش قرض بدی. بهتون قول میدم ظرف 1 سال کار میکنم و پولتون رو بهتون پس میده. خب یه چیزی بگو بهروز. اصلا من خودم پولشو میدم. نگران پولش نیستم. اینا هم تو میدونی هم بهروز میدونه.
من حرفامو راجع به سربازی بهروز بهش زدم، منتها تصمیم گیریش دیگه به عهده خودشه. روشنه؟ کجا میری؟ چایی آوردن. چی شده بهروز؟ من چه میدونم، بازم دعواش میشه. سلام. سلام. چطوری؟ خوبی؟ ممنون. اومده یا نه؟ نه نه اومده. راستی فرزانه خانم سراغتو میگره. اه؟ ممنون. سلام. سلام. منزل آقای ستوده؟ بله بفرمایید، من پسرشونه. من ناصری هستم. با پدرم کار دارین؟ نه خیر، با سارا خانم کار داشتم. یعنی یه کتاب و چند تا جزوه اومدم ازشون بگیرم. سلام. من امیر ناصری هستم. بله، هنوز نرفتی احمد جون. سارا چند دقیقه پیش رفت دانشگاه، بفرمایید تو. رفتن دانشگاه؟ بله. خب خیلی ممنون، دیگه مزاحمتون نمیشم. با اجازه، خدا نگهد. خدا حافظ. کی بود؟ آقای ناصری. اینو که فهمیدم. همکلاسی ساراست. همکلاسی سارا؟ فقط همین؟ خوب همینه، همین که نه، رفته پیش پدرت که در مورد سارا یه صحبتی بکنه. آها، که اینطور. میبینی مادر، مثل اینکه من عضو این خانواده نیستم. این چه حرفیه میزنی؟ هنوز که چیزی نشده. پس میخواستی این وقت دست گل برده من خبر بکنی؟ رفته دیدن پدرت که تازه اجازه بگیره. چه کاره است؟ میدونم که همکلاسی ساراست، خانوادهش، کس و کارش. نمیدونم، خانوادهش مشهدی هست. هنوزم چیزی نشده که قراره پدرت تحقیق کنه بعدن جوابشونو بده. امروز چه سعادتی داشتم که اومدم اینجا. آقای ناصری؟ بله. بفرمایید برسونم زمان. خیلی ممنون، مزاحم نمیشه. چه مزاحمتی؟ من برادر سارا هستم. فکر کنم لازمه با هم آشنا بشین. از آشناییتون خوشبختم. ببخشید گفتید آقای؟ عرض کردم که ناصری، امیر ناصری. بله آقای ناصری. آقای ناصری بفرمایید، بفرمایید. خواهش می‌کنم. خب تعریف کنید. از کجا؟ از خودتون. ظاهراً سارا خانم چیزی در مورد من بهتون نگفته. متاسفانه همینطوره. ولی میگفت با پدر مادرتون صحبت کرده. شما فکر میکنید رضایت اونها براتون کافیه؟ نه، قطعاً دنبال یه فرصت بوده تا با شما هم صحبت کنه. شاید هم پدرتون بهتون میگفته. من دوست دارم کارامو بی‌واسطه انجام بدم. خب دانشجوی سال آخر هستم، یعنی فقط پایان نامه مونده. اهل مشهدم، از یه خانواده متوسط. همیشه کار کردم. تو فکرم هستم که بعد از پایان درسم تو یه دونه کارخونه داروسازی مشغول به کار بشم. دیگه چی باید بگم؟ برای پدرم همینقدر خلاصه گفتین؟ پدرتون؟ خب پدرتون سوال میکردن، من جواب میدادم. نتیجه؟ نتیجه؟
چی شد؟ جواب پدرم؟ نمیدونم. به تفاهم رسیدید؟ شاید. اینو باید از خودشون بپرسی. شما چی؟ با پدرتون تفاهم داری؟ با پدرم؟ منظورتون چیه؟ منظورم روشنه. چه میدونم مثلا در مورد کار، زندگی یا انتخاب همسر شما با اون یه جور فکر میکنی؟ تا حالا اینجوری از خودم نپرسیده بودم. راستش زندگی من همیشه طوری بوده که مجبور بودم خودم در مورد خودم تصمیم بگیرم. پدرم هم از این وضع ناراضی نبوده یا حداقل چیز به من نگفته. پس تا به حال پیش نیومده که پدرتون به جای شما تصمیم میگیره یا با تصمیم‌های شما مخالفت بکنه؟ یادم نمیاد. نمیدونم سارا به شما گفته که پدرم قلبشو عمل کرده؟ نه، چیزی به من نگفته. یه ما نمیشه. ولی به نظر سرحال میاد. بله، به نظر سرحال میاد. اما باید شما متوجه باشید که همه خانواده نگران او هستیم. و من به دلیل اینکه فرزند بزرگ خانواده هستم بیشتر از همه. بله، متوجه هستم. مرضی پدر درسته که ناراحت کننده است. ولی حقیقت داره. و من سعی کردم به جای احساسات یه جوری باش کنار بیام. میدونه که چی میخوام بگم. دوست ندارم، اما چاره‌ای نیست. باید نگران خانواده و تصمیم‌هاشون باشم. شاید برای هر پسری سخت باشه که بخواد به جای پدرش تصمیم بگیره. منظورتون رو نمی‌فهمم. به جای پدرش؟ احترام به جای خودش. اما بعضی از تصمیم‌های پدر خانواده گاهی برخلاف مصلحته. یعنی بعدش رو نخونده که ممکنه چه اتفاقاتی بیفته. اون وقت آدم مجبوره یک کاری رو بکنه که ظاهراً خلاف نظر پدرشه. دونستم خوب حلاجی کنه؟ سلام. جوادی، باز اینجا چه خبری؟ دارم بار. یه وانه داری بار میزنی 60 نفر آدم داره خودت جمع کردی. دو نفر باشه کافیه دیگه آقا جون. چشم. یه دفعه کار دارم. جمال، بیا باشه. نشیدید. برید تو بس برو تو کار. برو بیا کار میکنم. این بسته‌بندی‌ها خوبه. چی ریختی؟ 40 تا ویتنامی آقا، 60 تام کلکته‌ای. من که گفتم 50-50. نمیشه آقا. همینطوری هم طعم نداره. آقا جان به من نگو نمیشه. رنگش خوبه، برای تمش هم یکم دارجلینگ قاطیش کن دیگه. برای کجا داری بار میزنی؟ برای صاحب آقا. نمونه رو فرستادی؟ بله آقا. چای میل داری؟ نه. الو بهروز، مادر خونه است؟ گوشی رو شده بیم. الو مادر سلام. نه کارگاه هستم. توی پارک با اون پسر صحبت کردم. همون ناصری دیگه. آره. شما چی از خانوادش میدونی؟ من باهاش حرف زدم. به نظرم رسید که بهتون بگم باید بیشتر تحقیق بکنید. اگه خواستید من خودم این کارو میکنم. نه مادر، نه. درسته که سارا احترام برادر بزرگشو هیچ وقت نداشته، ولی این دلیل نمیشه که من وظیفه خودم انجام ندم. نه فعلا چیزی به پدر نگید. اما تا من نگفتم قول و قراری هم نمیگذارید. متوجه شدی؟ من نمیدونم مادر، فقط بهتون گفته باشم. آره. کاری نداری؟ فعلا خدافظ.
سلام آقای ناصری. سلام. امروز دیرتر از همیشه اومدیم. منتظرتون گذاشتم؟ تقریبا 2 ساعت میشه. باید ببخشید، فکر کردم میمونید خونه. مگه شما رفتین خونه ما؟ بله. مادرم درو باز کرد یا پدرم؟ مادرتون بود. اتفاقی افتاده؟ نه، اتفاقی نیفتاده. مطمئنی مادرم درو باز کردن؟ بله. شما نمیاد دانشگاه؟ نه، من باید برم منزل. این کتابا و فیش بفرمایید. خیلی ممنون. پس شما نمیاد؟ نه دیگه. با اجازه. خدا. بهش تعارف کردم، گفت باید بره دانشگاه. خب همین. اتفاقی نیفتاد؟ چه اتفاقی؟ احمد. احمد چی؟ آخه موقعی که من داشتم از خونه میومدم بیرون، احمد تازه رسیده بود. خب اومده بود با پدر در مورد کارگاه و نمیدونم وام و اینجور حرفا صحبت کنه. باید حدس میزدم که احمد آقای ناصری رو دیده. مگه قراره اونو قایمش کنی؟ حتما باهاش حرفم زده دیگه. خب همینطوره دیگه، درسته؟ آقای ناصری حرفی زدی؟ چی شده سارا؟ مادرت پرسید چی شده سارا؟ هیچی بابا. هیچی قبل که خیلی حرفا پشتش بود. والا آقای ناصری اومده بودن امروز دم منزل ما، بعدن تو دانشگاه که دیدمشون خیلی ناراحت بودن. و تو دلیلش رو میدونی فروغ؟ نه. ببینی سارا، نه، این نه هم پشتش خیلی حرف هست، اینطور نیست؟ صبح که احمد اینجا بود آقای ناصری رو دید، منم بهش معرفیش کردم. بعدش چی شد؟ بعد دیدم توی پارک دارم با هم حرف میزنم. خب این که ایرادی نداره سارا؟ نه خیلی هم خوبه. تو شام نمیخوری بابا؟ نه بابا گرسنه‌ام نیست. حرف تو قبول کنم یا بیقراری تو؟ اگه هیچ اتفاقی نیفتاده پس چرا اینقدر نگرانی؟ نمیدونم، این روزا همش دلشوره دارم، به خاطر وضع بهروز، به خاطر احمد. خودتون که میبینین چقدر رفتارش بد شده. مشکل بهروز چیه؟ از صبح که براش یقین شده سربازیشو نمیخرین، همینطور بیقراری میکنه. فکر میکنه به خاطر پولشه. با حرفایی که احمد بهش زده بود خیالش راحت بود که سربازی نمیره. اما حالا؟ حالا چی؟ میگه قبل از سربازی با دوستاش میخواد بره مسافرت، میخواد بره شمال. تو دوستاشو میشناسی؟ بابک باهاشه، هم کلاسیش، ولی بقیه رو نمیشناسم. از با مامانش تلفنی صحبت کردم، گفت موافقم، خیلی براشون لازمه. تو که فکر نمیکنی که این سفر معنیش فرار از سربازیه؟ فرار؟ 2 روزه میرن و بر میگردن، بعدم خودشو معرفی میکنه. خب میگه ایرادش چی؟ نگرانشم. خب بهش بگو آخر هفته اینجا باشه، شماره تلفن و آدرس اونجایی رو که میرنم بگیر. حالا چرا چیزی نمیخوری؟ نمیتونم. من میتونم. شما که احمدو میشناسید آقا، وقتی از یه چیز ناراحت باشه تا بقیه رو ناراحت نکنه آروم نمیگیره. احمد بهتر از هر کسی مشکل خودشو میدونه. به نظر شما حق نداره ناراحت بشه؟ مگه شما نگفتیم که ماشین کوچیک رو میخواییم بفروشیم؟ خب اما دادینش به سارا؟
هنوزم مثل بچگیاش حسودی میکنه. از بچگی هم همینطور بود. هر محبتی که به سارا میکردیم دو برابرش رو باید به احمد میکرد. فکر نمیکنی ما مقصر بودیم؟ مقصودت منم. اگه اینجوریه راه حل مشکلش آسونه. نمیخوای کمکش کنی؟ چرا؟ من هنوزم با حرف خودم هستم. فردا میرم سند کارگاه رو به نامش میکنم. اینجوری دیگه هیچ نگرانی سر راهش نیست. ببینیم مشکلش حل میشه. شما یه جوری از احمد حرف میزنی. این مشکلی که میگی رباره کاری کرده؟ چه کار میخواستی بکنه خانم؟ هر روز که میگذره احساس میکنم احمد از خانواده ما دور و دورتر میشه. میترسم آخرش شبیه جباری بشه. باید متوجه بشه که ما هیچ فرقی بین اون و سارا نمیذاریم. به خاطر سارا هم که شده باید این کارو بکنیم. نگفتی چه اتفاقی بین ناصری و احمد افتاده؟ نمیدونم. ولی احمد میگفت با آقای ناصری صحبت کرده. میپرسید ما چقدر تحقیق کردیم. معنیش اینه که مخالفه. آقا بهتر نبود با احمدم یه صحبتی میکردیم؟ اینا همش بهانه از خانم. به نظر من امیر جوان خیلی خوبیه. ولی به قول شما به خاطر سارا هم که شده باید یک مشورتی با احمد بکنیم. میدونی دلم نمیخواد امیر در بعد ورودش تو خانواده ما دچار مشکل بشه. وامشه براش درست میکنی؟ فردا میخوام کاری رو که گفتم بکنم. سند کارگاه رو به نامش میکنم تا خودش بره وام بگیره. میتونید تایپش کنید. خیلی ممنون. رفع اون نواقصی هم که گفتم میذارم به عهده خودتون. چشم استاد. سلام استاد. سلام خانم. ممنون. سلام. سلام. تبریک نمیگید؟ استاد گفت تایپ کنم. سارا خانم تشریف نمیارین؟ آج آقا چایی براتون میارن؟ نه مولا، باید برم. دیروز اینجا چه خبر بود؟ خبری نبود، همون جنسا رو برای احمد آقا فرستادم. چی فرستادی بابا؟ 300 کیلو چایی درجه 3. 300 کیلو؟ بله. 300 کیلو درجه 3. اون دفتر بیار ببینم مولا. چشم. بفرم آجابا. سی ست چیل نهی ست الو 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 احمد جو. سلام مادر. سلام مادر. کجایی؟ دارم میرم سر کار. میری کارگاه؟ بله. چطور مگه؟ پدرت قراره بیاد اونجا پیش تو. پدر؟ برای چی؟ مامان من باید دارم بچه ها منتظرم. صبر کن مادر جون، باید قرآن رو بیارم. میخواد اون کاریو که منتظرش بودی برات بکنه. کی اونجاست؟ بهروزه، با دوستاش میخواد بره مسافرت. پس بالاخره پدر میخواد بره دنبال وام. نه، بهتر از اون. چی؟ مگه یادت رفته که میخواست کارگاه رو به نامت کنه؟ باورم نمیشه. چی؟ میگم امیدوارم کاری رو که گفته انجام بده. احمد تو در مورد پدرت اشتباه میکنی. بله بله، حق با شماست. ببین مادر جون، در مورد آقای ناصری هم تا ما خودمون تحقیق نکنیم که حرفی نمیزنیم. امیدوارم. دیروز چی شد؟ چی؟ با آقای ناصری حرفی تو نشد؟ خیلی بچه است مادر، اخلاقش درست عین ساراست، از این بابت انتخاب خوبیه. احمد جون، بابات که کارش تموم شد حتما به من خبر بده. بهروز عجله داره میخواد بره. کاری نداری؟ خداحافظ مادر. خداحافظ.
بالاخره نوبت ما شد. من رفتم خدا بس. صبر کن، باید قرآن بیارم از زیرش ردت کنم. سلام احمد. سلام، چه خبر؟ خبری نیست. پدرم اومده؟ آره، یه ساعتی میشه اومده. کجاست؟ از وقتی اومده رفته تو دفتر نشسته. سلام پدر. سلام بابا، دیر اومدی سر کارت. همیشه سعی کن قبل از کارگرات بیای، بعد از اونها هم بری. یادم میمونه. خوبه، فکر میکردم فوراً میگی این روش دیگه قدیمی شده. روش منم دیگه قدیمی شده. یه نگاه بندازی، 10-15 تا کارگر داره. اگه میتونستم یه کارگاه بزرگ با یه سری دستگاه های مدرن خریداری کنم، خب طبیعیه که خرید فروش رو به 10 برابر میرسوندم، اونم با نصف این کارگر. تو فکر میکنی برای این کار فقط سرمایه لازمه؟ نه، خوب میدونم چی لازمه. چیزی که شما دارید و ازش استفاده نمی کنید، اعتبار. شما میتونید از هر بانکی یا همسایه‌ای تو بازار چندین میلیون وام میگیرید. این اعتباری که میگی به راحتی به دست نمیاد که آدم یه شب خرجش کنه. میدونید پدر، اگه تو بازار خودی نشون ندی الان به راحتی حذف میشی. برای موندن تو بازار باید با قدرت حرف بزنید، که قدم اولش هم سرمایه است. قدم اول آخر برای من اینه که این کارگاه رو به نامت کنم. یعنی شما میخواییم؟ آره، برای همینم اینجا هسته. قبضای آب و برق و تلفن و بونچاق آماده است. خودت هم باز باشی. خداحافظ بابا. خداحافظ. خسته نباشی. اینا همون ویتنامی هاست؟ بله آج آقا، از انبارتون آوردم. حالا کجا میبریش؟ خب بزن مخزن قربان آج آقا. اینجا چه خبره؟ چجور چایی؟ بریم بیرون، براتون توضیح میدم. پرسیدم این چجور چایی؟ خب اینو سفارش گرفتیم، سفارشی. یه ببینم، تو میدونی این چجور چاییه؟ حاجی آقا، چایی ویتنامیه، درجه 3. گفتم که سفارش گرفتیم. یعنی مشتری از شما خواسته که چایی درجه 3 رو قاطی چای مرغوب بکنید؟ نه، این مال همون تعاونیه که قرار داد بسته میگه. رو این کارتونا چی نوشتید؟ چای نمونه اعلی، 100% خارجی. معنی چیه؟ بریم بیرون پدر، اینجا جلوی کارگرها خوب نیست. بریم بیرون. تو میدونی معنی چیه؟ حاجی قولا گفتم معنی چیه؟ بله درسته، یعنی اینکه چای 100% خارجی. یعنی چای درجه 3 رو قاطی چای مرغوب بکنید به جای 100% خالص خارجی بدید دست مشتری، درسته؟ درسته؟ بله آج آقا. از که این کارو میکنید؟ چند وقتی میشه؟ اون اشتباه، یعنی از روز اول اشتباه میکنه پدر، اون تازه اومده. چند وقت اینجا کار میکنی؟ 6 ماه آقا. چای رو میشناسی؟ بله آقا، قبلا شمال بودم تو کارخونه چای کار میکنم. پس میدونستی که داری چی کار میکنی؟ بله، قبلا هم به احمد آقا گفتم که خوب نیست.
آرمای روی کارتون ها از کجا تهیه میشه؟ همینجا چاپ میشن آقا. خیلی خوب، بس دیگه، جمعش کنید. تو این کارتون ها چای درجه یک میریزید، زمنم با این تعاونی هم تماس بگیرید، بگید که سفارششون اونا رو نمیتونم انجام بدیم. یا ببینم شما حالتون خوبه؟ حالم خیلی خوبه. ازم دعوت کردی که سرمایه‌مو بیارم اینجا که باهاش تقلب بیشتری بکنی؟ شما متوجه نیستید پدر. خیلی بیشتر از تو متوجهم. این تویی که متوجه نیستی. من دلم میخواد ببینم که این کارا رو از کی یاد گرفتی؟ من که بهت یاد ندادم. اینه روش مدرن تجارت تو، تقلب، تزویر، دروغی برای مردم. میدونم اینا رو همه رو اون شریک متقلبت بهت یاد داده. جباری احمق. شما اگه با جباری اختلافی دارین دلیلی نداری که به رخ من بکشید. این کار تنها راه تجارته، تنها راه تجارت پدر. توی همه بازار مرسومه. شما فکر میکنین چند نفر قدرت خرید این چای درجه یک رو داره؟ توجیه نکن پسر. پدر من این توی همه بازار همینه. تو بازار برنج، تو بازار ادویه، تو بازار نمیدونم همه جا همینه. من نمیخوام این حرفا رو بشنوم. اینجا بوی گند میده. جوادی؟ بله آقا. بیا اینجا ببینم. بله آقا. همینو میخواستی؟ چی بگم آقا؟ باید دروغ میگفتم. دروغ؟ دروغ دیگه آقا. اینا دروغ هم؟ از چی؟ همه یه بازار دروغگو هستم. تو یکی راستگویی. تو یکی محتاج همین نونی هستی که از اینجا میبری. وقت میگیری من نمیتونستم دروغ بگم. برو من میخوام قیافه نحسی تو ببینم. برو ببینم. جمالی؟ بله آقا. باشه. شما چرا بیکار رو ایستادین؟ بجام ببینیم این کارتون انجام بدین. ببینم. جوادی. بله آقا. اینجا ببینم. احمد آقا شما بی خود از دست من عصبانی هستید. به خدا اگر من به حاجی نمیگفتم خودش متوجه میشد. ما میخواستیم امروز بریم محضر. میفهمی یعنی چی؟ احمد آقا بی خود خودتو داری ناراحت میکنی. اصلا اتفاقی نیفتاده. میریم با حاجی صحبت میکنیم، جعبه چایی هم عوض میکنیم. تموم شد رفت. تو از امروز اخراجی. از جلو ششم دور شو بینه. گوش کن الان. بیا اینجا. سریع تر آقا جان، از امروز این جمالی سرکارگر اینجاست. متوجه شدید؟ بله. مگر میشه؟ چی شد؟ شما نمیتونید این کارو بکنید. نمیتونم این کارو بکنم؟ آخر نمیتونی. نمیتونم؟ نمیتونی این کارو بکنید. نمیتونم؟ یعنی چی؟ نمیتونم؟ نمیتونی؟ نمیتونم؟ من به حاجی میگم همه رو. هر غلطی که میخوای بکن. هر غلطی که میخوای بکنی بکن. بیرون. بیرون. متقلب. ابله. بیرون. احمد آقا خون خودت کثیف نکن. دلم خون. خیلی خوب شما برو.
کنم یه جایی همین دور و برا برای تایپ بتونی پیدا کنی. من فرزانه هم میریم خرید. سارا جون یه دقیقه اجازه بده ما بریم بقالی یکم خرید کنیم. سریع برمیگردیم تا با فرزانه خانم برید خرید. من میخواستم یه چیزی بگم در مورد صحبت‌های دیروز احمد. اصلا فکرش هم نکنیم. من واقعا متاسفم. نه باید پیش میامد. ولی خب شاید اینطور که شما میگین درسته، ولی خب گاهی آقا داشکار کردن یه سری روابط خانوادگی از پنهون کردنش خیلی بهتره، به خصوص برای شما که فرد تازه وارد هستیم به خانواده ما. اون قدم مسئله بزرگی نبود. میدونی توی هر خانواده یه جورش وجود داره. راستش منم زیاد بی تقصیر نبودم. معمولا اولین ملاقات ها مهمترین ملاقات هاست. گاهی خوب میشه گاهی بد. مثلا اولین ملاقات من با پدرتون از نوع خوبش بود. این یکی با احمد خب نه. به هر حال من فکر میکنم که هر دومون احتیاج به زمان بیشتری داشته باشیم. درست میگم؟ بله. من که فکر نمی کنم تو از اون چیزی سر در بیاری. چرا تنها اومدی؟ چه؟ خیلی وضعم خرابه. میخوام تلفن کنم خونه یکی بیاد دنبالت. حالا نمیخوای بگی که اون تو چی دیدی؟ هنوز مطمئن نیستم، اما باید بری بیمارستان غرب یه متخصص دیگه معاینت کنه. بیچاره اون مریضایی که پاشن میان پیش تو. موضوع مهمه. بیچاره ها خیال میکنم تعصباتی داری یا یه تشخیصی میدی. مجید بس کن، من باید با یکی مشورت کنم. خیلی خوب، ولی مشوره در مورد چی؟ نگران من نباش، من 30 سال قلبم رو دادم دست تو، یه ما نشده که رنگ پامو زدی به قلبم. تازه تو حرف نزنی من خودم میفهمم که چی شده. میشناسم. ما رو ببین که اومدیم پیش کی؟ باید برم یه نفر معاینه‌ام بکنه که جرأت حرف زدن داشته باشه. بس کن مجید، تو قلبت مریضه، فرصت نداری. اینو میفهمی یا نه؟ چیکار بکنی؟ دارم به احمد زنگ میزنم. نمیخواد. احمد باید بیاد اینجا، من یه چیزایی هست باید بهش بگم. لازم نیست، میتونم برم خونه. وقتی رفتم خودم بهشون میگم. خب بگو ببینم حالا چقدی وقت داره. نمیدونم، شاید یک ماه، شاید هم کمتر.